در این گزارش نگاه به قدرت نظامی حکومت امارت اسلامی افغانستان می اندازیم. دلتا غربی او شرقی میکنه، دلتا دیموکراسی او دلتا ها غلط افکار چی اشغال برو خدا شل کاره دلتا با افغانستان کی شده و او زمینه او برابر کرده و دانو نچه. روزنامه انگلیسی دلی میل نوشته است که حکومت امارات اسلامی افغانستان یک نیروی هوایی به ارزش ده ها میلیون پوند شامل هلیکوپترها و هواپیماهای تهاجمی آمریکا را در اختیار گرفته و قدرت ارتش هوایی آنها را از یک سوم ناتو بیشتر است. نیروهای زمینی امارات اسلامی افغانستان لوای 313 بدری یکی از واحدهای نظامی ویژه امارات اسلامی افغانستان است. نام این واحد ویژه برگرفته از لشکر 313 نفری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر است. واحد موسوم به لوای بدری برای اولین بار در سال 2011 حملات را بر مواضع مربوط به دولت قبلی افغانستان و متحدانش انجام داد. لوای 313 بدری در اواخر جنگ افغانستان ظهور کرد. با عنوان مثال آنها در حمله به ساختمان شرکت انگلیسی جی فورس در کابل در نوامبر 2018 شرکت داشتند. این لوا مجهز به لباس استار، کلاه ایمنی، زره بدن، دوربین دید در شب، اسلحه های AK-47، اسلحه کمری و خودروهای هاموی است. معلوم نیست این تجهیزات را از کجا تهیه کردند. ممکن است نیروهای نظامی افغانستان که در گذشته تسلیم شدند این تجهیزات را در اختیار آنها قرار داده باشند و یا این تجهیزات باقی مانده از تجهیزات نیروهای آمریکایی در افغانستان باشد. پس از تصرف کابل در سال 2021 توسط حکومت امارات اسلامی آنها گزارش دادند که لوای 313 بدری امنیت کاخ ریاست جمهوری افغانستان و سایر مکانهای مهم شهر کابل را تامین کردند. تجهیزات این لوا عمدتاً در زمان پیشروی های حکومت امارات اسلامی به دست آمده است و این نیروها 10 قلعه اردوی مهم هوایی از بگرام تا مزار شریف را تحت کنترل دارند. حکومت امارات اسلامی افغانستان نیز در نظر دارد خلبانان ارتش افغانستان را که در ایالات متحده و دیگر کشورها آموزش های پیشرفته دیدن را استخدام کنند. پیش از این دفتر بازرس کل آمریکا اعلان کرده بود که نیروهای هوایی افغانستان 147 هواپیما از جمله 108 هلیکوپتر و 59 هواپیمای نظامی در اختیار دارد. بر اساس گزارش دلی میل، اگرچه به گفته جنرال فران مکنزی، ایالات متحده قبل از خروج از افغانستان 73 هواپیما را از رده خارج کرده بود، اما حکومت امارات اسلامی 48 هواپیما را مصادره کرده بود. حکومت امارات اسلامی بیشتر از 10 کشورهای همپیمان ناتو بیشتر نیروی هوایی و هلیکوپتر در اختیار دارد. بر اساس گزارش بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، تحویل سلاح از ارتش ایالات متحده به ارتش سابق افغانستان در تابستان سال 2018 صورت گرفته بود. در این گزارش آمده بود که تجهیزات نظامی
تحویل داده شده بالغ به 212 میلیون دلار بوده است. این تجهیزات از جت‌های جنگی سبک گرفته تا گلوله‌های آموزشی و یونیفرم نظامی افغانی را شامل می‌شدند. پس از استقرار مجدد حکومت امارت اسلامی افغانستان و سقوط کابل در سال 2021، حکومت امارت اسلامی بیشتر تجهیزات و هلیکوپترهایی که از حکومت پیشین و نیروهای امریکایی بر افغانستان جا مانده بودند، ترمیم و مورد استفاده قرار داد. افغانستان که اکثر آنها را با تلاش دولتمندان و مهندسان وزارت دفاع تعمیر و آماده پرواز نموده است، میگوید تمام این هلیکوپترها توسط انجینران خود افغانستان ترمیم شده است. وزارت دفاع حکومت امارات اسلامی به منظور تغییر و نوآوری در ارتش اخیرا نام قول اردوهای ارتش سابق را تغییر داد. بر اساس فرمان از سوی مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، قرارگاه عملیاتی ویژه در کابل به قول اردوی نظامی مرکزی و قول اردوی 209 شاهین مرکزی بلخ به قول اردوی نظامی الفت تغییر نام یافت. در این فرمان قول اردوی نظامی 200 عبده پامیر در قندوز به قول اردوی نظامی عمری، قول اردوی نظامی اتل 205 در قندهار به قول اردوی نظامی بدر و قول اردوی نظامی 215 میوان در هلمند به قول اردوی نظامی ازام تغییر نام یافته است. حالا وزارت دفاع امارت اسلامی با جلب و جذب جوانان به صفوف ارتش افغانستان آغاز نموده است تا در سالهای آینده یک ارتش مجهز و نیرومند در اختیار داشته باشد. تمام سلاح‌های باقی مانده از آمریکا و حکومت پیشین که تخریب گردیده بودند را ترمیم و در اختیار نظامیان قرار داده است.